ازبکستان از کشورهای آسیای میانه است که در گذشته زیر سلطه شوروی قرار داشت و بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. نزدیک به دو هفته است که اعتراضهای گسترده در این کشور به راه افتاد و علت آن تلاش حکومت برای خارج کردن منطقه قرقال پاکستان در از حکومت خود است. مقام های قضایی در کشور ازبکستان به رسانه ها گفتند که 18 نفر در جریان نارامی های هفته گذشته در منطقه نیم خود مختار قرقال پاکستان کشته شدند. برخی اخبار غیر رسمی نیز حکایت از آن دارد که حدود 200 نفر هم در این نارامی ها مجروح شدند. آمارهای غیررسمی متعددی بدون تایید از سوی منابع رسمی درباره کشته ها، زخمی ها و بازداشتی ها انتشار یافته است. مقام های گارد ملی ازبکستان هم تاکید کردند که بیش از 500 تظاهرات کننده دستگیر شده روز جمعه آزاد شدند. به گفته مقام های قضایی فرودگاه محله پاکستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است. آغاز اعتراضها و خشونت حکومتی با طرحهایی برای حذف حق قانونی منطقه برای جدایی آغاز شد از زمان استقلال جمهوری ازبکستان از شوروی در قانون اساسی این کشور به این منطقه حق برخورداری از خودمختاری داده شده بود که اخیرا حاکمیت ازبکستان زمزمه حذف آن را داشت گفتنیست قرقال پاکستان منطقه ای بیابانی در نزدیکی دریای آرال است که کمتر از دو میلیون نفر جمعیت داشته و به صورت خود مختار اداره می شود وزیر بهداشت منطقه هم گفته بود که بیمارستان های شهر نکست پای تخت منطقه قرقال پاکستان مملو از زخمی هاست بر اساس آمار رسمی سال 2020 میلادی جمعیت این کشور 34 میلیون و 230 هزار نفر تخمین زده شده که حدود 87 درصد آن مسلمان هستند. علی اکبری اخبار شیعه